منابعی برای پناهندگان، خدمات درمانی در ایالات متحده. سیستم خدمات درمانی در ایالات متحده پیچیده است و ممکن است درک آن در ابتدا مشکل باشد. فراموش نکنید که پرسنل اسکان مجدد می توانند به شما کمک کنند، به سوالهایتان پاسخ دهند و اطلاعات بیشتری در اختیارتان قرار دهند. بررسی سلامت اولیه. اولین تماس شما با بخش خدمات درمانی در ایالات متحده احتمالاً اولین تست سلامتتان است. آژانس اسکان مجدد در مدت کوتاهی بعد از ورود به ایالات متحده زمان این جلسه تست را برایتان تعیین می کند. در این جلسه بررسی، مشکلات سلامت که ممکن است برای اسکان مجدد شما تأثیر بگذارد شناسایی می شوند، از جمله توانایی شما برای کار کردن یا توانایی فرزندتان برای رفتن به مدرسه. کودکتان در طول این جلسه بررسی واکسن‌های لازم را دریافت می‌کند، زیرا همه کودکانی که در مدارس عمومی ثبت نام می‌کنند باید گواهینامه واکسیناسیون را ارائه کنند. ارائه دهندگان خدمات درمانی. چند نوع ارائه دهنده خدمات درمانی متفاوت در ایالات متحده وجود دارد. در اینجا چند ارائه دهنده خدمات درمانی معمول معرفی شده است. بخش‌های سلامت عمومی در برابر بیماری‌ها واکسیناسیون انجام می‌دهند و خدمات سلامت پیشگیرانه‌ای را از جمله تست و درمان سل ارائه می‌کنند. خدمات سلامت پیشگیرانه به خدماتی گفته می‌شود که قبل از بروز بیماری از آنها پیشگیری می‌کنند. این خدمات برای پناهندگان به طور کلی رایگان یا بسیار ارزان است. معمولاً لازم است قرار ملاقات داشته باشید. کلینیک های انجمن و مراکز درمان خدمات سلامت اولیه و مشاوره های پزشکی ارائه می کنند. همچنین در بعضی از مراکز هم خدمات دندان پزشکی و چشم پزشکی ارائه می شود. در بعضی از کلینیک ها در سطح شهر خدمات ویژه‌ای در اختیار بیماران قرار می گیرد، مانند زنان باردار و افراد مبتلا به HIV یا ایدز. در این کلینیک ها بیمه های خصوصی و مدیکید یعنی بیمه دولتی برای افراد کم درآمد ارائه می شود و بسیاری از هزینه ها بر اساس توانایی بیمار در پرداخت محاسبه می شود. پزشکان خصوصی، پزشکان عمومی یا متخصصین هستند. پزشکان عمومی خدمات درمانی عمومی را ارائه می کنند از جمله چکاپ های سالیانه. متخصصین در یک زمینه پزشکی فعال هستند. بعضی از متخصصین گروه‌های خاصی از افراد را مداوا می‌کنند، مانند زنان یا کودکان. سایر متخصصین در یک یا مجموعه ای از زمینه‌ها مشغول به کار هستند، مثل متخصص قلب، چشم پزشک یا ارتوپد. برای ویزیت پزشک خصوصی به وقت قبلی نیاز دارید. قبل از ویزیت پزشک خصوصی معمولاً باید ثابت کنید که می‌توانید هزینه سرویس‌ها را پرداخت کنید یا اینکه باید بیمه داشته باشید. بیمارستان‌ها برای بیمارانی هستند که مشکلات خاصی دارند و به آزمایش و جراحی نیاز دارند. معمولاً پزشک شما را به بیمارستان ارجاع می‌دهد یا بعد از ویزیت در اتاق اورژانس وارد بیمارستان می‌شوید. خدمات بیمارستانی گران هستند و ممکن است از شما خواسته شود ثابت کنید که می‌توانید هزینه خدمات را دریافت کنید یا اینکه باید بیمه داشته باشید تا پذیرش شوید. با این وجود اتاق‌های اورژانس در بیمارستان‌ها به دلیل عدم توانایی در پرداخت شما را رد نمی‌کنند. اتاق‌های اورژانس برای مشکلات سلامت ناگهانی و جدی است. برای رفتن به اتاق اورژانس نیاز به وقت قبلی ندارید، اما این مکان‌ها شلوغ هستند و اگر مشکلتان جدی نباشد باید مدت زیادی منتظر بمانید. خدمات اتاق اورژانس بسیار گران قیمت است. اگر مشکلتان اورژانسی نیست، باید در کلینیک یا مطب پزشک ویزیت شوید. کلینیک های مراقبت فوری در بعضی از مناطق موجود است. این کلینیک ها برای مواقعی است که بیماری یا جراحتی دارید و به مراقبت فوری نیاز دارید، اما مشکل به حدی جدی نیست که برای ویزیت به اورژانس بروید. نیازی به وقت ملاقات هم ندارید. حقوق شما در زمینه خدمات درمانی. در ایالات متحده شما دو حق مهم در زمینه خدمات درمانی دارید. حق داشتن خدمات ترجمه و حق حفظ محرمانگی اطلاعات. وقتی وقت می‌گیرید یا زمانی که به بخش اورژانس وارد می‌شوید، به پرسنل بیمارستان یا کلینیک بگویید که به مترجم نیاز دارید. بر اساس قانون، همه مسائلی که بین شما و ارائه دهنده خدمات درمانی روی می‌دهد کاملاً محرمانه است.
ارائه دهنده خدمات درمانی شما بدون رضایت خودتان نمیتواند به خانواده یا دوستان یا کارفرمایتان درباره وضعیت سلامت شما اطلاعی بدهد. مسئله سلامت در آمریکا. اکثر آمریکایی‌ها در سال یک بار برای چکاپ به پزشک مراجعه می‌کنند تا در صورت وجود هر گونه مشکل سلامت قبل از جدی شدن مسئله از وجود آن مطلع شوند. آنها در سال دو بار به دندانپزشک مراجعه می‌کنند تا دندان‌هایشان را تمیز کرده و از بروز مشکلات جدی در زمینه دهان و دندان جلوگیری شود. آمریکایی‌ها معتقدند که بسیاری از بیماری‌ها از طریق حفظ بهداشت، تغذیه مناسب، ورزش و خواب کافی قابل پیشگیری هستند. بهداشت و بهداشت شخصی. اکثر آمریکایی‌ها هر روز حمام می‌کنند یا دوش می‌گیرند. دندان‌هایشان را دو بار در روز مسواک می‌زنند، معمولاً موهایشان را با شامپو می‌شویند، در روز یک بار از خوشبوکننده استفاده می‌کنند و مرتباً لباس‌هایشان را می‌شویند. در مغازه‌ها محصولات زیادی فروخته می‌شوند که به افراد کمک می‌شود ظاهری تمیز و بوی خوشایند داشته باشند. بهداشت شخصی به خصوص برای یافتن شغل و حفظ آن بسیار مهم است. تغذیه مناسب. تغذیه مناسب به معنی خوردن انواع غذاهای صحیح برای حفظ سلامت بدن است. همچنین به معنی کم کردن غذاهایی است که در صورت خورده شدن مداوم یا به مقدار زیاد می توانند مشکلات سلامت و بیماری های جدی را برایتان ایجاد کنند. چنین غذاهای شامل موادی هستند که مقدار شکر، نمک یا چربی زیادی دارند، مثل غذاهای سرخ شده، شیرینی و نوشیدنی های گازدار. خدمات سلامت روانی. آمریکایی‌ها معتقدند که سلامت روانی هم مانند سلامت بدن بسیار مهم است. سلامت روانی به نوع احساسات، طرز تفکر و رفتار شما در زندگی است. همچنین به نحوه کنترل استرس هم گفته می‌شود. مراقبت از سلامت مناسب شامل درمان توسط متخصصین روانشناس در زمان لازم است. اگر احساس می‌کنید که زندگی خیلی سخت می‌گذرد و نمی‌توانید با فعالیت‌های روزانه کنار بیایید، باید از خدمات سلامت روان استفاده کنید. آژانس اسکان مجدد می‌تواند به شما کمک کند این خدمات را دریافت کنید و اطلاعاتتان هم محرمانه حفظ می‌شود. سوال‌های متداول. آیا هزینه خدمات پزشکی پرداخت می‌شود؟ پناهندگان نوعی بیمه سلامت اولیه دریافت می کنند که هزینه آن توسط دولت پرداخت می شود. پوشش این بیمه بسته به مکان و معیارهای واجدیت شرایط متغیر است. در حالی که این بیمه سلامت هزینه کلیه خدمات پزشکی مورد نیاز را پرداخت می کند، اما ممکن است خدمات دندان پزشکی و چشم پزشکی را شامل نشود. باید در مدت کوتاهی بعد از ورود شغلی پیدا کنید تا بتوانید به بیمه سلامت خصوصی ارائه شده از طریق کارفرما با پرداخت مقداری پول دسترسی داشته باشید. اگر ناتوانی خاصی دارید یا سنتان بالای 65 سال است، دولت ایالات متحده بیمه درمانی را به صورت رایگان در اختیارتان قرار می دهد. چه خدماتی برای افراد ناتوان ارائه می شود؟ قوانین ایالات متحده از افراد ناتوان محافظت کرده و به آنها کمک می کند. آژانس اسکان مجدد به شما کمک می‌کند خدمات مخصوص پناهندگان ناتوان را پیدا کرده و به آنها دسترسی داشته باشید. بیمه سلامت و کمک مالی برای پناهندگان ناتوان موجود است و پناهندگان می‌توانند بعد از ورود برای دسترسی به این مزایا اقدام کنند.